بله بینده های عزیز سلام و درود دارم خدمت تمامی شما خوبان و بخصوص علاقمندان برنامه صبح فردا. تشکر از اینکه با ما همراه هستین. ما اینک در جریان برگزاری سومین دور عروسی دستجمعی هستیم که 60 زوج جوان در اینجا به وصلت میرسه. از طرف بنیاد فرهنگی و خیریه حضرت امام علی علیه السلام و مناسبتی که امروز داره مناسبت سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها است. تا پایان گزارش با ما همراه باشین. مصاحبه‌های خیلی خوب خواهد داشتین برای شما. کسانی که در این محفل معنوی اشتراک کردن و از شما همچنان دعوت میکنیم که تا پایان برنامه تا پایان گزارش با ما همراه باشین. عزیز در کنار حاج آقای محمد نعیم علیزاده هستیم، یک تن از مسئولین برگزار کننده این محفل معنوی و محفل زیبا که صحبت های بیشتر با حاج آقا می داشته باشیم در ارتباط با چگونگی برگزاری این محفل زیبای معنوی. حاج آقا سلام خدمت شما، وقتان بخیر، خوب هستین؟ انشاءالله از عرض سلام و ادب احترام حضرت شما آقای حسینی صاحب و بیننده های عزیز و گران مهر که بیننده برنامه زیبای عروسی دست جمعی هستند. تشکر، سلامت باشین. در رابطه با چگونگی برگزاری محفل صحبت داشتم. من هم تبریک عرض میکنم هم سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و هم ازدواج برادران و خواهران عزیزم را که امروز شاهد برگزاری جشن اینها بودیم. در قسمت برگزاری محفل سعی و تلاش ما، کوشش ما بر ایست که یک برنامه جذاب و یک برنامه گیرا داشته باشیم. از جهت زحمات زیادی میکشیم، هم بخش انتظامات ما، بخش تدارکات ما، بخش فرهنگی ما و تمام موضوع را کوشش میکنیم که یک برنامه خوبی داشته باشیم. همه کوشش میکنن دست هم یک برنامه داشته باشیم. اما در قسمت اینه که استقبال جوانها، استقبال خانواده ها از برنامه عروسی دست جمعی بسیار زیاد است. ما همین دوری که ثبت نام کردیم مدت 4-5 روز 60 زوج ثبت نام کرد. یعنی ما اصلا بار نمیکنیم که 4-5 روز تمام شد، اما بعد از 4-5 روز بعد تکمیل شده کرد. 60 زوج جوان در دور سومین دور است دیگه، درست است؟ آه، سومین دور ما 60 زوج جوان است که برای زوجهای ما جهزی هم در نظر گرفته شده، هایی که برای یک زندگی نو تشکیل و برای خانواده نو تشکیل لازم است برای جهیزیه دادیم، فرش دادیم، ظرف دادیم، لباس های داماد تکمیل دادیم، لباس های عروس، چادر نماز و هر چیزی که ضرورت بوده
همیشه از طرف خیرین و از طرف بنیانگذاران بنیاد فرهنگی و خیری و عملی داده شده. بسیار عالی. هر سال آجاقا برگزار میکنین همچون محافل معنوی را؟ ما که سال 1401 تأسیس شد بنیاد، در سال 1401 ماه میزان و تا ماه عقرب دو برنامه داشتیم. در سال 1402 هم اولین برنامه ماست و اگر واقعا خیرین پیدا شوه و بانی پیدا شوه، ما کوشش میکنیم که در هر چهار ماه حداقل یک برنامه باید داشته باشیم، به خاطر که نیاز جوانهای ما خیلی زیاد است. خیلی تشکر آج آقا، سلامت باشید. تشکر از شما جناب حسینی صاحب، تشکر از تلویزیون رای فردا، تلویزیونی که واقعا تمام برنامه فرهنگی مردم را تحت پوشش می دهد، واقعا صدای مردم زمین آدرس پخش میشه، به گوش جهانیان می رسد. سلامت باشید. تشکر آقای حسینی صاحب، تشکر. بیننده های عزیز، در کنار یک تن از شادامات های عزیز ما هستیم اینجا و سوال میکنیم که اینا چگونه در این محفل معنوی اشتراک کردن، در رابطه با چگونگی اشتراکشان در این محفل معنوی انشاءالله صحبت میداشته باشیم. سلام خدمت شما، بسیار زیاد تبریک باشه. سلام بر شما حسینی صاحب، سلام برای فردا و سلام به همکاران خوب رای فردا. تشکر، تبریک باشه برات، میشه خود معرفی کنی؟ خیلی سپاس، من غلام حسین صدرا هستم، یک از آدمات های امروز. بسیار عالی. آقای صدرای عزیز، ماشاءالله میبینیم که در جمع داماتا خودت هم هستی و از ته دل برات مبارک میگیم، برای شما، برای خانم شما ماشاءالله زندگی خوب و خوش داشته باشین. میشه در ارتباط با چگونگی اشتراکتان در مراسم معنوی، محفل معنوی صحبت بکنید؟ هم قسمی که شما میبینین جلسه محفل کاملا معنوی هست، جلسه معنوی هست، جلسه با آیات قرآن کریم و با دعای سلامتی امام زمان آغاز میشه، با همین رقم با دعا و با دعای قرآن، با دعا و با آیات قرآن ختم میشه. وقتی چنین جلسه باشه، هر کس انگیزه میگیره که اشتراک بکنه. دیگه یک دلیل دیگه ای که ما اشتراک کردیم مسئله کم هزینگی بودن هست. شما میفهمید در جامعه فرهنگ مصرف گرایی به اوج خود رسیده، درست؟ ما به می خاطر که ما اگر بخوایم به عنوان یک جوان در جامعه مبارزه با فرهنگ مصرف گرایی بکنیم، دقیقاً یک از کارهای همیست که ما خود ما عملا وارد این کار شویم و ما این بار عملا وارد این کار شویم تا به عنوان یک حمایت باشه از اینمی راه، از اینمی رسم و از این فرهنگ، درست؟ آقای صدرای عزیز، چرا نرفتی خودت یک سالن مجلل عروسی نگرفتی، یک 2000 نفر را دعوت میکردی، حداقل یک منوی غذایی خوب میآوردی؟ چطور خودت آمدی در جمع 59 نفر دیگه که نفر 60 خودت هستی اشتراک کردی؟ من پارسال در یکی از محافل عروسی دست جمعی رفته بودم در شهرک حاج نبی، یکی از علما میگفت که مردانگی به این نیست که آدم با پول دیگران مردانگی بکنه. ما به یک نحوه شاید میتونستیم مستقلانه عروسی در یک سالون بگیریم، ولی چون فضا سالون مستقلانه این فضا را نداشت و این حس و انگیزه واقعا چنینی رو برای ما نمیداد، ما آمدیم وارد این پروسه عروسی دست جمعی شدیم و خوشحال هستیم، واقعا راضی هستیم. تبریک باشه برای عروسی. زنده باشید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد است، محمد عاطفی. خدمت شما عرض شود، ما قبلا کمی از طریق دوستا در این مورد معلومات خواسته بودیم، چون از اول تصمیم داشتیم جشن عروسی خود را در عروسی دست جمعی برگزار کنیم، بنابر همون فوایدی که وجود داره. خب شرط و شرایط اینها از اول این بود که باید ثبت نام میکردن، بعد یک مقدار جهیزیه را در نظر گرفته بودن و دیگر هم خدمت شما عرض شود که یک مقداری به خاطر کاهش یافتن مصارف مهمان ها را هم تقلیل دادند، برای هر نفر 20 کارت را در نظر گرفتند و
خلاصه خدمت شما عرض شود. دیگه همین شرایط را که دیگه بیشتر از دیگه شرایطی خاص دیگه نداشت دیگه حالا. به نام خداوند مهربان. جعفر است که از اشتراک کننده های عروسی دست جوی. این عروسی بسیار مفید است و توصیه ما برای جوانان هست که باید در مسئله عروسی مصرف را کم مد نظر گرفت و این یگانه راهی بهتر مثلا جوانان بتوانند ازدواج زمینه ازدواج برای جوانان فراهم شود. این عروسی دست جوی توسط بنیاد خیریه هاست که از جمله بنیاد خیریه امام علی تحت نام در پناه نبوت برگزار شد و ما در این شرکت کردیم به خاطر از یک هم ارزش معنوی و هم ارزش اقتصادی داره و برای جوانان دیگه هم توصیه می است که در همچنین محافل باید شرکت بکنم و هر جن مصارف عروسی را سبکتر مد نظر بگیره بهتر و بهتر است. خود معرفی کنین مادر کدام داماد است؟ علی جان. مادر علی جان؟ آره. چند تا بچه داری؟ سه تا. سه تا. این چندمین بچه بود که عروسی کرد؟ این دومیشه. دومیشه. بسیار زیاد مبارک باشه. سومیش هم بخیر میخوای که دائم تو در عروسی دست جمعی شرکت کنی؟ آره. میخوایم. سلام مادر جان. سلام خودم بخیر سلامت باشید. شما کی در اینجا عروسی کردن؟ بس ما. دخترتان؟ دختر من. بسیار تبریک باشه براتون. سلامت باشید جان جور بدیه. گفتنی هایتان به عنوان مادر عروس چی است؟ ما یه چیز پیسه میسه نداشتیم یه چیز ندیم عروسا. هیچ مصرف نکدی؟ مصرف نکدیم نداریم دیگه. خوشحال هستی که بدون مصرف دختر تا پس بخش خوشحالم که دختر ما پس بخش شده بس خوشحال نیم دوی دیگر راسته هر وقت یک شدن دست جمعیه بعد دون نباشه داریم که رضایه به نظر خود در سیر در دست جمعی برگزار کنیم خوب است یا ای که بریم در یک هتل مثلا 2000 نفر دعوت کنیم یک 5 لک 6 لک افغانی مصرف کنیم دست جمعی خوبه دست جمعی خوبه دست جمعی خوبه مادر جان خوب هستین؟ خوب هستین خیلی تشکر میشه که بگین مادر کی هستین؟ مادر داماد یا مادر عروس؟ مادر داماد بسیار نام بچه تان چی هست؟ مهدی مهدی جان تبریک باشه برای مهدی جان سلامت باشی تشکر مهدی بچه چندم تان هست؟ بچه سیوم سیوم دو تا بچه تان عروسی کده؟ یکش نکده خوب از او کتا نکده و ریزه کده خوب بسیار کتا پک موی سفید جده چرا کلان عروسی نه؟ چیز نداریم چیز نداریم پول نداریم تو دیجا؟ به پولی به پولی پدر نداره مستونیم کلا یکی چیز کنور شد در ما خجمونه و داداشت چقدر خوش هستی مادر جان که در همچه عروسی های معنوی اشتراک کرده بچه تان بدون هزینه بدون مصرف عروسی کرده خوشبخت بسیار خود تشکر تشکر بایو یک کس مال نمیخشید تما یک شماره پیدا دیدم دیدی بسیار تشکر سلامت باش مادر جان تشکر از شب بله بینید عزیز باسم در کنار یکی از مادران هستیم میپرسیم که مادر داماد است یا مادر عروس خانم مادر جان سلام خوب هستین؟ بخیر باشی سلامت باشی مادر عروس هستین یا مادر داماد؟ مادر داماد نام داماد چی است؟ شیخمان شیخمان؟ تبریک باشه برای شیخمان پسرتان و برای خود شما سلامت باشی خدای من دار کن شما مادر جان چطور بچه تان اشتراک کرده یه عروسی دست جمعی؟ خوش یارقن که فکر داشتی اشتراک کرده دیگه چقدر خوش هستی خودت؟ من خیلی خوش هستم خیلی راضی هستم تشکر مادر جان سلامت باشی Yeah.
سلام علیکم، شما خوب هستید؟ شکر، میشه خودت معرفی بکنید؟ خب بنده زهر روشنگر هستم، یکی از کارگرای بخش دیزاین استیج این برنامه. بسیار خوب، شما استیج رو دیزاین کردین با تعداد از همکارانتون؟ بله بله، امروز ما کمی قبلتر از بقیه آمدیم و با جمعی از برادرای مرد و همچنین خواهرای خانم ما تانستیم که استیج دیزاین بکنیم. به نظر شما برگزاری همچو محافل معنوی چقدر خوب است؟ خب 100% برگزاری همچین محافلی تاثیر مستقیم خود را روی جامعه، روی افراد جامعه و روی پیشگیری و جلوگیری از فساد در جامعه میگذاره. برگزاری همچین مراسمی باعث میشه که بقیه شوق پیدا بکنن و جوانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی نمیتونن مراسم خود را برگزار بکنن، وقتی همچین برنامه‌ای را میبینن شوق پیدا میکنن که در این برنامه‌ها اشتراک بکنن. پیام شما برای دیگر دختر خانم‌ها چی؟ برای همه دختر خانم ها این پیام است که باید همه ما آویزه گوش ما حدیث پیامبر مکرم اسلام باشه که فرمودن بهترین ازدواج آسان‌ترینش است و ما هم باید آسان‌ترینش انتخاب بکنیم تا از نظر پیامبر ازدواج ما یک ازدواج خوب باشه. تشکر خواهم. خواهش می‌کنم. سلام خواهرز، خوب هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوب هستم. شما خوب هستی؟ تشکر. میشه خود معرفی کنیم؟ صدیقه اسکندری هستم، متعلم صنف 10 کنوز مکتب هستم. بله، در اینجا چطور آمدین؟ خب یک از انتظامات اینجا هستم. بسیار خوب. نظم چطور بود در این محفل؟ نظم در این محفل نسبت به محفل‌های دیگه خیلی خوبتر بود، چون کمی به ما تجربه تر شدن. برنامه‌ای به قبلی که بودن ما تجربه زیاد نداشتیم، ولی این بار نسبت به برنامه‌های دیگه خیلی خوبتر بود. خیلی تشکر از شما. خواهش می‌کنم. سلامت دست بازگذار هستیم که باز هم با ما همراه هستین در این گزارش و اینک در کنار مجری و انانسر این برنامه معنوی هستیم که صحبت‌های بیشتر از خودشان بشنیم. سلام خدمت شما، خوب هستین؟ انشاءالله سلامت باشین. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما و همه عزیزان و عوامل برنامه. بنده حیات الله سلطانی هستم، مسئول گروه علمی فرهنگی راهیان فدک، در خدمت شما هستم. تشکر خدمت از ما آقای سلطانی عزیز. ما اجرای شما را هم دیدیم در این برنامه و برنامه‌های دیگری که معنوی بود، شما اجراهای خیلی قشنگ و خوبی داشتین. در رابطه با اجرایتان اگر صحبت بکنین که بخصوص اجرا در همچو محافل معنوی چه احساسی بر شما دست می‌دهد؟ قطعاً وقتی انسان در یک جای معنوی قرار می‌گیره، اصلاً حضور همی جمع جماعت دور هم جمع شدن، پیر جوان خرد کلان و عروس دامادا، بر انسان یک احساس عجیب غریب دست میده و احساس معنویت. بخصوص بهترین لذت که من میبرم این است یک جمعیت 2000 نفری، پیر و جوان یک دل یک رنگ، به ساحت مقدس رحمت للعالمین آقا رسول الله سلام و صلوات میفرستند. فضا کاملا خود به خود معنوی و نورانی میشه. ما بنده لذت میبرم از تمام برنامه ها و هر صلواتی که گفته میشه معنویت مجلس افزوده میشه، چرا خدای منان به آقا رسول الله رحمت یاد کرده و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین. و تجربه‌ای که ما در برنامه ها داشتیم 16 سال است تقریبا برنامه های انفرادی دست جمعی انجام دادیم، بیشترین لذتی که بردیم این بوده که از اقوام مختلف سر سفره قرآن به عشق پیامبر اسلام آمدن ازدواج کردن، خانه بختشان آباد شده. بهترین لذت ما اونجا میبریم. آقای سلطانی، از نظر یک مجری، شما که مجری و آنانسر برنامه هستین، برگزاری همچو محافل معنوی چقدر در جامعه میتونه مفید باشه؟ آنقدر مفید و مهم هست. ببینین اگر یک خانواده هایی که امروز بیکاری هم هست، مشکلات هم هست، اصلا آخر الزمان تنها افغانستان نام نبریم، تمام دنیا مشکلات خود داره، تمام دنیا.
امو کشورهای مدرنیته که در مدرن هستن و جهان اول هستن اونها مشکلات دارن، قرص های خواب آور میخورن، خودکشی ها در اونجا موج میزنن. بهترین عمل، بهترین رویکرد اینا به خواست خدای منان است که به دل خیرین، به دل مؤمنین، به دل اونهایی که یک توانمندی یک کار دارن پیش قدم میشن، دست به دست هم میتن، این برنامه با این معنویت شکل میگیره و عروس دامادا خانه بختشان آباد میشن. ببینین جوان ها اگر سن سالشان از 30 بالا بره دیگه پشمرده میشن. اون لذتی که باید یک میوه انسان به مو تراوت تازگیش تناول کنه، لذت او کجا؟ یک میوه که پشمرده و شکلیده شده کجا؟ اینا هم باید ما نمانیم. نهایت امر جوانان ما دیپلم میگیرن، درس میخوانن، میبینن کار نیست در این مملکت، میرن نوکر دیگه کشورها میرن. کاش کن برسن در او کشورها، خبرشان میرسه غرق شدن، خبرشان میرسه قاچاقبر به قتل رسانده، به دشتها دیگه او داغ به دل پدر مادرش میمانه. خدا شاید از ما لذت میبریم که پدر مادر میبیند اولاد خود، دختر خود یا پسر خود با لباس دامادی و عروسی و با دعای خیر بزرگان علما شیعه و سنی الحمدلله برادر هم هستیم. افتخار ما برادری هست در جامعه اسلامی ما. لذت ما ای است از دید یک کسی که در این برنامه ها بودیم شبانه روز، خدا منت به ما گذاشته و کمترین توانمندی که داریم در این وادی حاضر هستیم که بدون کدام خستگی، بدون کدام آشفتگی برنامه خود انجام. لذت ما ای است که الحمدلله میبینیم و فوایدش و تأثیراتشم ای است که جلوگیری میکنه از مصرف های گزاف، مصرف های انگاف و رسم رسوم، رسومات کمرشکنه که در جامعه ما ناخواسته جا به جا شده. خدا شاید از بعض وقتا ما میدیدیم که فقیرترین خانواده ها فقط استیجشان 20,000 پا شده که چی را ثابت کنن؟ در یک شب اونجا استیجشان 20,000. بهترین استیج 20,000 است که اینا قرضدار نشن، اوگار نشن، بیاین خانه بختشان، خانه بختشان به نام نیک آباد شود و زندگی خوب و قرآنی داشته باشن. اینک در کنار یکی از برگزار کنندگان این محفل معنوی هستیم. واقعا محفل بسیار پرشکوه و معنوی بود که 60 زوج جوان خوشبخت شدن در این محفل معنوی. حاج صاحب سلام خدمت شما، وقتتان بخیر، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوش آمدید، شما خوب هستین انشاءالله. تشکر، زنده باشید. حاج صاحب یک معرفی اگر شما داشته باشین. احمد علی احمدی هستم، یکی از اعضای بنیاد خیریه امام علی. بسیار عالی. و یکی از برگزار کنندگان عروسی دست جمعی 60 زوج جوان. بسیار خوب. در رابطه با چگونگی برگزاری محفل اگر بگین. این محفل ما خود در شروع به اصطلاح یک میاد رو تعیین میکنیم برای ثبت نام. بعد از اینکه زوجای جوان ثبت نام میکنیم، بعد از ثبت نام با یک مرحله سروی داریم که بتونیم سروی میکنیم که متوقعین شویم که واقعا همین کسایی که ثبت نام کرده واجد شرایط هستن یا نیستن. بعد از اینکه واجد شرایط بزن، ما به کمک خیرینی که به اصطلاح واقعا پول خود در اختیار ما قرار میده، ما یک تعداد جیزیه را از بازار خریداری میکنیم، جمع آوری میکنیم و با همین تیمی که ما داریم جیزیه را با ست میکنیم و یک روز قبل از عروسی جیزیه را برشون توزیع میکنیم. بعد از او برای هر عروس و داماد 20 نفر مهمان در نظر میگیریم که باید 20 نفر مهمان دعوت کنن و تا این که به امروز میرسیم که خدا توفیق داد بتانستیم یک محفل برشون بگیریم و عروسی را برپا کنیم. بسیار عالی. چطور بود نظم و دیسپلین محفل؟ انشالله خدا رو شکر تا جایی که ما میبینیم و شما هم شاهد هستین انشالله نظم خوبی داشت و تشکر زیاد میکنیم از تمام همی گروه انتظاماتی که هر داماد یک نفر معرفی کرده بود برای ما به عنوان انضباط و واقعا هم یا سهم گرفتن و از خواهرای زینبی ما که واقعا ما سهم گرفتن، نظم مجلس ما در اختیار خود گرفتن و بسیار نظم خوب بود و خدا رو شکر بی نظمی هیچ نبود و شاهد هیچ نبود، بی نظمی نبودیم و بسیار محفل معنوی به نظر ما، البته که ما ببینیم که دیگرها چی قضاوت میکنن، به نظر ما ان شاءالله که بسیار مجلس خوب بود. بسیار عالی. رضایت مندی چطور بود از طرف خانواده عروس خانم ها و آقا داماد ها؟ واقعا بسیار استقبال خوب میکنن. ما خو دوره سوم عروسی دست جمعی، یک دوره در جشن میلاد النبی عروسی 50 زوج جوان داشتیم، باز در میلاد بی بی زینب کبری 55 زوج جوان داشتیم. یعنی واقعا ما بعد از عروسی که از با یک
سروی کردیم، پرسان کردیم که چیگونه از امی محافل رضایت دارن، واقعا راضی هستن. یعنی رضایت از امی ها است، تقریبا امی بین مردم فرهنگ شده و مردم رضایت دار از امچه مجلس. ما 31 روز برای ثبت نام میاد تعیین کرده بودیم، در 4 روز ثبت نام ما پوره شد. در 4 روز امی ما اول 50 زوج جوان در نظر داشتیم، ببینیم که متقاضی خیلی زیاد است، واقعا نتونستیم که جواب رد بتیم. باز برای بنیا پیشنهاد کردیم که میارا 10 زوج جوان دیگر هم، چون 60 ما میتونیم مدیریت کنیم، 60 زوج جوان ما ثبت نام کردیم و خدا رو شکر این امروز محفلش رو برپا کردیم. و واقعا مردم استقبال بسیار خوب میکنن، بسیار مردم راضی هستن، امی رضایتشون نشون میده که دود سم میگیرن. آیا پیام شما برای اون تا جوانه که تا هنوز ازدواج نکرده چیست؟ والا به نظر من کسی که خواهان عروسی باشه ازدواج کند، بهترین زمین از برش بیان همچه مجالس دست جمعی ثبت نام کنن، هیچ ازینی نداره. این واقعا علمی عروسی که ما در نظر می کلن رایگان است. بسیار خودت میبینی بسیار مجلس باشکو، مجلس پیش پا افتادام نیست، بسیار مجلس معنوی باشکو، بسیار قدر زد و بعد شروع زندگی یک جیزی که مثلا ما در نظر میگیریم 34 35 قلم جیزه برای شروع زندگی وسایل اولیه است و بسیار زندگی ساده، عروسی ساده، سهم بگیرن زندگی خود را شروع کنن، غیر از اینکه مثلا منتظر بشینن که یک عروسی مجلل شخصی بگیرن و یک عمر قرضداری رو سپری کنن. به نظر من بهترین زمینه است، یعنی کسایی که واقعا خواهان ازدواج است بیان ثبت نام کنن، شرکت کنن در مجلس. تشکر از شما، بسیار زیاد خوشحالم.